ما یه بحثی داریم الان تحت عنوان معوقات بانکی. ما الان 70,000 میلیارد تومان معوقاتی داریم که سررسیدش گذشته، یعنی بیشتر از 18 ماه از سررسیدش گذشته. حالا غیر از معوقاتی است که هنوز به سررسیدش نرسیده. خب شما ببینید، ما از یک طرف مثلا وقتی که بحث هدفمندی میشه، بحثی میشه که آقا مثلا نقدینگی شد، تورم رفت بالا، اینا این 70,000 میلیارد خب خیلی عدد قابل توجهی است. من یک بررسی که به دلیل همون موضوعی که داشتیم کردیم در دبیرخونه، خب یکی از بحث‌های اساسی که بود این موضوعات رو ما دنبال می‌کردیم، یه بحث جالبی که در اونجا مشاهده شد این بود که من این آمار شاید به نظر من قابل توجه باشه که این 70,000 میلیاردی که ما داریم امروز ازش بحث می‌کنیم، تقریبا 11.4 میلیاردش دست 23 نفره. باز من میخوام یکم کوچکترش بکنم، اون 6 نفر اول تقریبا نزدیک 3700 میلیارد در اختیارشونه. یعنی چیزی که برابر یارانه‌ای که شما در سال در یک ماه به تمام، بیش از یارانه‌ای که در یک ماه به تمام 70 میلیون جمعیت کشور میدید. بعد مثلا میگیم نقدینگی زیاد شد. خب این بعد جالب اینه که ما در همین موضوع که من دقیق بررسی کردیم اون در به خاطر همین بحثایی که این تهدیدهای اقتصادی از این جانب به سوی کشور و امنیت ملی کشور نیاد، جالب این بود که وقتی که نگاه میکردید واقعا میدید این 6 نفری که این میزان دستشون هست در کار تولیدی هم نیستن. که حالا مثلا یه وقت بگی خب حالا این رو گرفته داره در کار تولید انجام میده. مثلا یه مورد چون اومد و 52 تا شرکت ثبت کرده بود، فقط یک شرکتش عنوان تولیدی داشت، 51 شرکتش همین تو بحثای خدمات و دلالی و اینطور بحثا بودن.